در پایان با اینکه چرا تا هنوز فیصله کمیسیون شکایت های انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات تطبیق نشده و همچنان تعلل بیش از حد به معنای چی از بیشتر میپرسم از آقای علی افتخاری سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات آقای افتخاری خیلی خوش آمدید چنان در گزارش دیدین خیلی جنجال ها گسترده شده از بحث تحریم کمیسیون انتخاباتی تا تعلل بیش از حد که خیلی خستکن شده و مردم افغانستان خود میدانه بیانگر چی باشه دلیل چ هدف چی چی میشه در نهایت سلام بر شما بیننده محترم البته یک قسمت سوال را میتونه یا میتونه یک نماینده محترم کمیسیون شکایت انتخاباتی پاسخ بگوید اما آنچه که مربوط کمیسیون انتخابات میشه بعد از اینکه پرسمن فیس هفت فیصلی رسمی کمیسیون شکایت انتخاباتی به ما رسید تیم تکنیکی تجزیه و تحلیل تکنیکی و عملیاتی و حقوقی خود انجام دادن بر مبنای از هماهنگی های لازمی که برگان های امنیتی صورت می گرفتی ها صورت گرفت تمامی آمادگی ها گرفته شد روز پنجشنبه قرار بود که عملا تطبیقات و تفتیش در مجموع شروع شد که تطبیقات ادامه داشت و ادامه داره اما در دیگر مورد فیصله که نیاز به تطبیقات داشت اما بحث با شماری متاسفانه متوقف ماند چون همکاری ناظرین کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی بسیار مهم است که باید پروسه نظارت بکنند علاوه بر اینکه تیکتای انتخاباتی نهادهای ناظری پروسه را ناظر, ناظر هستند و خواهد بودن اونا هم باید پروسه را با همکار باشند نظارت بکنند با او خاطر ما دو سه بار رسمی و غیر رسمی از کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی خواستیم که پروسه سر همکار باشند امروز هم ما دوباره مکتوب فرستادیم که حداقل بر فردای آمادگی داشته باشن و ای همکاری رو با کمیسیون انتخابات بکنن که پروسه تفتیش را ما بتونیم شروع بکنیم آقا آقای افتخاری مشکل بزرگ این است که کمیسیون شکایت انتخاباتی حاضر و پاسخگویی نمیشن والا شما قسم گفتین وضاحت خاصه از است که کمیسیون مستقل انتخاب و انتخاباتی و خواستین که همکاری بکنن در پاسخ باش شما چی گفته شده ما وضاحت نخواستیم چون حال نیاز به وضاحت هم نیست کل هفت فیصله تمام موضوع را در واقع سراحت و با با واضح بیان کرده ما صرف از اونا خواستیم تا یک نامه رسمی که بین مطابق به قانون و مسئولیت که هر دو کمیسیون داره کمیسیون انتخابات مکلف است که فیصله های کمیسیون انتخابات شکایات را تطبیق بکنه و کمیسیون محترم شکایات مکلف است که ناظرین خود بفرستد تا از چگونگی تطبیق فیصله هایشان مطمئن باشه در پاسخ به خواست شما چی جواب دریافت کردید ما چیز خاصی نشنیدیم ما امیدواریم که حداقل فردا همکاری بکنن ناظرینشان بیان علاوه بر کمیسیون شکایت ما از دیگه جوانی بیزی دخل در پروسه انتخابات هم خواستیم که به از تکیتا انتخاباتی از ناظرین که پروسه همکار باشد و آنچه که شما گفتین خیلی مهم از حضور ناظرین کمیسیون شکایت انتخاباتی در روند تطبیق و بالاخره بازشماری و دیروز هم کمیسیون شکایت انتخاباتی ناظرین شفراخان است کمیسیون مستقل انتخابات با چنین وضعیت در صورت عدم حضور از اینا شما گفتین که این روند ناممکن است تطبیقش با چنین وضعیت شما چه راه حل پیدا کردین و آیا کدام بدیل دیگر دارین؟ خب Uh, البته ما از دیدی کمیسیون هنوز زود است که ما به مسئله دوم فکر کنیم چون ب... فقط روز پنجشنبه رو اونا نبودن ما امیدواریم که حداقل شنبه که رسمیات دوباره شروع میشه که فردا باشه یک شنبه اونا همکاری پروسه باشن در غیر از او لایه تطبیق فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی دیگه مورد سراحت داره با توسل با او یک تصمیمی گرفته شد و نهادهای ناظر هم نگران از هستند که روند تفتیش و بازشماری دوباره بالاخره به با بنبست تبدیل نشه واکنش شما چی است آیا چنین خواهد شد انتخابات هیچ بنبستی نداره به خاطر که نه قانون انتخابات بنبست را میپذیره نه لایحه و نه اصولای دیگه ای که هست بدل از تمام چیز مشخص است شما دیدین که علی رغم مشکلاتی که وجود داشت انتخابات برگزار شد بعد از کار اجرایش هم پیش رفت یک سری مشکلاتی هم که وجود داشت از آدرس های مختلف اونا سپرده شد به کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی کور بررسی بکنند و کمیسیون شکایت انتخاباتی هم بعد از مدت ها در واقع اون فیصل های خود با کمیسیون با مردم افغانستان شریک ساختن و حالی تنها بحث تفتیش ویژی 137 هزار و یک 112 و 298 محل از 24 2400 محل اینا مسئله نیست که خلاصه ما نگران ازی باشیم که ما به بمبستی یعنی موجودشن. نگرانی وجود نداره کارا درست پیشرفته قانون ببین هر کس که خلاف قانون رفتار کنه و در واقع خیانت کرده به این پروسه اما قانون چون هیچ بمبستی را نمیپذیره بنا ما دید قانون و لوایح ما بنبست را نمی چقدر به اساس قانون پیش رفته کارا خب اگر مطابق قانون پیش نمی حتما کمیسیون شکایت انتخاباتی منطقی وجودی شنیمی است که اگر یک سری خلاهای در کار کمیسیون در واقع دیده می شود و کمیسیون ممکن است از جانب افراد و اشخاص یا شرکای انتخاباتی به نحو نگرانی های خلق شود در مورد روند کمیسیون شکایت انتخابات می او پر میکنه در واقع با فیصله ای که میکنه او خلاها پر میشه و ایر شما دیدین که مطابق به قانون اونا یعنی کار خود در انجام دادن یعنی پنج ماه انتظار به قانون بوده خب ممکن دهی ب... شک نیست که روزی که نتایج ابتدایی اعلام شدم شما دیدین که رئیس کمیسیون عذر خواهی است از تاخیر در آ... کار کمیسیون و ایر خب شما میگیره ده کجاست ممکنه جایر را نگیره ولی از طرف دیگه خیلی جهار میگره به دلیل که مشکلاتی که پیش آمد در روند کار تنها از آدرس کمیسیون نبود شما دیدین که در یک مرحله پروسه انتقال معلومات به سرور مرکزی با مشکل مواجه شد نماینده و شرکت قراردادی آمد در کابل با تلاش چندین روزی کنا داشتن و نتیجه نداد طرح بدیل را کردن و طرح بدیل چون در لایحه پیش پیشبین نشده بود ما دوباره منتظر ماندیم که تفاهم و توافق شرکای انتخاباتی رو بگیریم که ناس طرح بدیل بر انتقال معلومات و این مشکلات بن منتظر میمانه قطعا وقتی هر مشکلی که راه حل داشته باشه بن نیست با تفاهم رسیدیم بعد از خوب پروسه به شکل نرمال جریان داشت تاخیر صورت گرفت اما وقتی این همه تاخیر یک براین یا یک نتیجی مطلوب داشته باشه در واقع ما نباید نگران از باشم و روند نمونگیری چند روز قبل هم از یکی از ناظرین نهادهای ناظر من پرسیدم که با دستگاه فناوری به گفته شما نمونگیری به پایان رسیده و ما شاید بودیم که در ششم میزان از دستگاه بایومتریک استفاده شد و تجربه اول بود و خیلی مشکل ساز شده که حالا هم جز از رعی های جنجالی است چه تضمین وجود داره و چقدر مردم مطمئن باشند که دستگاه های فناوری میتونه یک شفافیت ایجاد بکنه؟ ما زمانی خوبتر به سوال و پاسخ میدیم که در زیل از یک سوال دیگه مطرح بکنیم که کسی که ایر انتقاد میکنه چه طرح بدیل از غیر از داره که او بیشتر زامین سلامتی پروسه باشه حتی شما اگر جواب طرح بدیل ورزی داشته باشین میتونید نه پرسش مطرح. اصلی اینجاست که ما, ما, ما،, ما، چقدر سوال اصلی را, را جواب میدیم می ما جواب میدیم تجزیه و تحلیل منطق شمیه که راه های بسیار اصولی منطقی را جستجو بکنه برای اینکه مشکل باقی نماند. خب ترهای مختلف و متفاوتی وجود داشت اما در نهایت تصمیم به شد که حداقل با استفاده از تکنولوژی ما میتونیم که برای رفع نگرانی های مورد در واقع نقطه پایان بگذاریم و او به گونه دیزاین شده که حتی شما میتونید که از او استفاده کنید بدون از اینکه دخل تصرفی داشته باشین در مورد کدام مرکز قبلا فکر کرده باشین یک مرکز بر حسب تصادف در واقع گزینش میشه در... در استفاده ها. از دستگاه بایومتریک هم چون این حرفای زده بودن شما که گویا این روند میتونه خیلی شفاف تر بسازه روند انتخابات این دستگاه ها و بالاخره الا هم شما ادعا دارین که این دستگاه فناوری میتونه خیلی در روند شفافیت ت... گذار باشه حالا تضمین چی است که بار دیگر مشکل ساز نخواهد شد حرف شما, شما که انتخابات با استفاده از دستگاه بایومتریک نادرست بود نه نه پروسه شما دستگاه رو تعیین میکنید وقتی در, وقت در, در انتخابات بله. جوابی منفی نداده وقتی در انتخابات در واقع نتیجه مطلوب رو ما از دستگاه وایومتریک گرفتیم در گزینش محلات ده درصد و پانزه در هم در شما شک نکنه ما اگر مشکلات وجود داشته باشه امور کمی که در گذشته کمیسیون بارها از رهبری تا هر سطحی که با مردم با رسانه ها صحبت کرده و از پاسخگویی به مردم همیشه اطمینان داده و عالم میگیم که اگر کسی انتقاد داره این مسئله و فکر میکنن که طرح بدیل بدیلی غیر از میتونه که سلامت پروسر بیشتر زمانت بکنه خود لطف این اینو نکنه تنها انتقاد کافی نیست ما خو نمیگیم که مثلا تنها الا و لابد بحث نیست که ما استفاده میکنیم درست است ما نظریات همه را گرفتیم و این طرح بدیلی که این طرحی ای که ارائه شد مورد پسند رهبری هر دو کمیسیون قرار گرفت بس. این شما میفهمید که بس اگر بعدی نیست بس این است که این دستگاه ها و این سیستم های فناوری چقدر میتونه موثر باشه و تا اینجا ای کار چقدر شما را کمک کرده بسیار زیاد اگر موثریت قضیه نمی بود خب ما متواصل نمی شدیم به خب ما به مثلا این منتفی فکر کنیم بگوییم که ما از طریق تکنولوژی ما امی درصدی محلات انتخاب نمی کنیم. دیگه به اساس کدام کارشی هم ما میتونیم که ایرد نظر بگیریم ما ایرا بسیار زیاد ایتالی تجزیه شده روی زی روزها فکر شده این در واقع ما چندین روزه کار تیم تکنیکی است که روی زی فکر کردن که یگان رای که سلامتی روند بیشتر کمک بکنه در واقع آسیب کمتر داشته باشه ضمانت بیشتر داشته باشه و نگرانی های کمتر خلق کنه ما از او استفاده بکنیم بار. که او اگر تنها ف... تصمیم کمیسیون می بود بازم می گفت یک حرفی در حالی که مثلا همی تصمیمی که گرفته شد مورد تایید رهبری هر دو کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی قرار کرد خیلی تشکر خوش آمدیم سلامت باشید بخیر